سلام، چطوری بچه ها؟ محمد شالی هستم. خیلی خوش اومدیم به جلسه 23 از پکیج آنریل انجین 5 و امروز قراره در مورد متریال آینه صحبت بکنیم و پروژه‌مون رو در واقع باهاش پیش ببریم. بریم سراغ آموزش. قبلش لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و اینکه حتما این ویدیو رو و چنل رو به دوستاتون معرفی بکنید تا بتونیم هر روز بزرگ و بزرگتر بشیم. برو بریم. خب بچه ها، این جلسه میخواییم متریال آینه رو درست بکنیم و جلسه قبل در مورد متریال شیشه صحبت کردیم و این چیزایی که حالا اینجا میبینید مربوط به جلسه قبله که حالا متریال شیشه درست کردیم و یه متریال فوق‌العاده عالی شد. در واقع توی جلسه قبل یه سری ترفند گفتم که یه متریال شیشه خیلی خوب و راحت بسازیم. همونجوری که گفتم خب انواع روش ها داریم واسه ساخت متریال شیشه داخل آنریل، ولی خب راحت ترینش گفتم و بهترینش که میبینید چه کیفیت عالی داره و کامل اون شکست نور و همه چی داخلش میبینیم. این جلسه بچه ها قراره در مورد متریال آینه صحبت بکنیم. همونجوری که گفتم جلسه قبل این صحنه همون صحنه‌ای که در واقع توی جلسه 15 هم کار کردیم و حتما اونو ببینید و نورپردازیشو یاد بگیرید. معمولا من تمرین‌ها رو و چیزایی که هستش داخلی انجام میدم که چون نور خوبی داره. بریم بچه‌ها. اول فکر کنیم آقا اینجا یه دیوار اتاقه یا مثلا همینجا. خب حالا من یه دیوار اینجوری گذاشتم اینجا، پشتش مثلا حالا آشپزخونه است، ولی من حالت یه استدیویی درست کردم اینجا. مثلا یه مکعب اینجا میخواییم بذاریم. خب من اینو مثلا اسکیلش اوکی میکنم، ببینید میارم اینجا این آینه. فکر کنم مثلا یه آینه اینجوری چسبیده به دیوار و یه آینه قدیه مثلا. میدونم که همه از آینه قدی خوششون میاد. ببینید یا این قدی همچینی. خب حالا میخوام یه متریال آینه واسه این درست کنم. بچه ها متریال آینه خیلی راحته، خیلی خیلی راحته، مثل شیشه نیست باید چند تا در واقع حرکت بزنیم. متریال میاییم اینجا میسازیم، همون حالا اسمش همون نیو متریال، یا اصلا میتونیم مثلا اسم حالا میرور مثلا بنویسیم. میاییم اینجا دکمه سه کیبورد رو نگه می‌داریم و کلیک چپ موس رو میزنیم که یه دونه برای ما رنگ درست بکنه، درسته؟ و جلسه قبل بهتون گفتم متالیک و رافنس برای ما چیکار میکرد. رافنس میواد واسه ما میزان، البته تو تعریفش میزان زبریه، ولی خب میزان ماتیه در واقع متریال به ما میده. خب بریم رو بدیم به کار، نکنید به این صورت. میبینید یه رایت آینه ای شد تقریبا. خب بریم بدیم به داخل کار بسیم این چی میشه. ببینید همین میدم به این، میبینید به این صورت شد. رنگ چرا در واقع چرا اینجوریه؟ چون مشکه. اینو میکنیم سفید. ببینید خیلی راحت یه همچین متریال اینجا داریم. ببینید بچه ها تقریبا متریال آینه میشه گفت، ولی خب آینه که نه، یه جوری متریال مثل متریال کابینته. ببینید مثلا شما خیلی راحت میتونید همین متریال رو بدید به کابینت. ببینید یه متریال فوق العاده خفن که میتونه واسه کابینت استفاده بشه، مثلا های گلس مثلا. ببینید خیلی متریال خوبیه. حالا میتونید میزان ماتی و در واقع رفلکشنش کنترل بشه. حالا واسه آینه ما نمیتونیم از این استفاده کنیم، باید بیایم یه دونه دیگه پارامتر در واقع بدیم به متالیک. اوکی حالا متالیک رو میزنیم یک که اعمال بشه به کار. نکنید همچین چیزی اپلای. اوکی نکنید الان شد در واقع شیشه ما. ببین بچه ها الان شیشه رو میبینید، الان اوکیه. خب اما موقعی که شما اینو میدید به کار میدید چه اتفاقی میفته؟ بریم بچه ها موقعی شما متریال میدید اینجوری به کار، نکنید اینجوری میدید به کار، همچین چیزی به شما میده. میبینید یه کیفیت بد
نکنید همچین چیزی. اون تنظیمات که الان واسه من دیدید در واقع قبلا من تنظیم کرده بودم توی این پروژه. نکنید برای شما دقیقا همینجوری میشه، داغون چیزایی اصلا عجیب نگونه. تلویزیون چی نشون داده مثلا، متریال اینو نگاه کنید چی نشون داده، این چجوری میتونیم تنظیمش بکنیم. خب میایم، اگه یادتون باشه ما داخل پروژه‌مون یه پست پروسس گذاشتیم، من در مورد پست پروسس کامل توضیح دادم. خب میبینید پست پروسس اگر داخل کارتون ندارید، ناگهان کل پروژه من رو در بر گرفته دیگه. ناگهان یه مکعب اینجوری که پروژه من داخلش، حتما داخلش باشه. خب اگه ندارید بیاید اینجا ناگهان تو این گزینه ویژوال افکس همینجا برمی‌دارید، اینو اسکیلش می‌کنید و داخل پروژه‌تون قرار میدید. حالا من داخل اونجای قبلی گفتم، اگرم اینجا نبود میتونید سرچ کنید پست پروسس، ناگهان اینجا میاد و میذارید داخل پروژه‌تون. حالا من اینجا پست پروسسم رو اینجا کلیک میکنم، یا اینجا کلیکش میکنم انتخابش میکنم، یا میام اینجا سرچش میکنم. میبینید ایناش. خب و این کلاپس آر رو میزنم که همه این پنجره بسته بشه، میام قسمت گلوبال ایلومینیشن میزنم. خب و در واقع این برای ما، حالا این بعد حتما رو لومن باشه دیگه، 100% لومن هست برای شما. و قسمت رفلکشن داره یه دونه که متدش حتما بر روی لومن باشه. حالا اینجا خیلی مهمه لومن رفلکشن. خب اینو میزنیم، کوالیتیش رو نگاه کنید بچه ها، برای شما 100% روی 25/100. خب اینجوریه، من اینو میبرم بالا، نکنید الان کیفش بهتر شد. میبینید یعنی بعد این کیفش بهتره، ولی خب بازم راضی کننده نیست، خیلی داغونه. حالا میام قسمت پایین اینو میذاریم روش، در واقع تیکشو میذاریم روشن بشه و میذاریم رو قسمت هیت لایتینگ فور رفلکشن. نکنید اوکی شد. نگار دومی نذارید ها، رو اولیم نباشه، حتما بر روی این سومیه باشه. ببینید همه چی الان عالی برای ما. نکنی تلویزیون چه کیفیت خوبی داره اینجا، کیفیت پرده ها و در واقع میبینید دقیقا همه چی افتاده. حالا این قسمت بالاش من اون توی اشتیارهای، حالا این اتفاق میفته تو رفلکشن و کلن آینه توی آنریل انجین یه سری حالا مشکلات ریز داره، مثلا این شیشه ها رو اونقدر خوب نشون نمیده روی این تو حالت لومه، ولی مثلا شما همینو، خب همین شما بیاید پست ریسینگش بکنید، میبینید اینا رو کامل نشون میده، چون از ری تریسینگ استفاده میکنه میاد نشون میده بشه. حالا زیاد مهم نیست و زیاد این اتفاق برای ما نمیافته. حالا بچه ها دوباره این پست پروسس دوباره کلیک بکنم، کلیکش میکنم، نکنید سعی کنید اینا رو هم اوکی کنید. میبینید الان نکنید این تیک نباشه، نکنید تأثیر میذاره روی رفلکشن هایی که واسه شیش هست. اسکرین اینا رو همه رو ناکنید، کوالیتی رو همه رو ببرید بالا. من خودم معمولا از اینا استفاده میکنم، مثلا هارت شادو میذارم معمولا یا ایریا شادو و تیکش هم میزنم که کامل همه چی برای من در واقع محاسبه بشه و بتونم ازش استفاده بکنم. اوکی الان یه رفلکشن فوق العاده خوب واسه آینه دارین. مثلا همین الان من اگه اینو تکون بدم ناگهان اینجا الان بعد تکون بخوره دیگه، ناگهان ببینید کامل همه چی به ما نشون میده همین کتاب. خب حالا یه نکته ببینید بچه‌ها، ما داخل کارمون یه سری نور داریم، ببینید همچین نورایی داخل کارمون داریم که از اینجا حالا اونقدر معلوم نمیشه. اگر داخل نور ناکنید، من یه دونه نور صفحه‌ای میذارم اینجا، ببینید یه نور صفحه‌ای میذارم اینجا و میچرخونمش اینوریش میکنم، بذار اینوریش، آره، و اینو چون میبندم حالا مهم نیست خیلی، و اینتنسیتیش هم مثلا میذارم 1 که نمیخوام حالا خیلی نور داشته باشه فعلا. بریم بچه ها یه مشکلی هست، کانادی خودتون متوجه شید، نکنید این صفحه نکنید اینجا معلوم نیست، ولی اینجا معلومه، کلیک جیرم بزنیم همه بره
این از داخل رفلکشن نمیره، حتی داخل رندرمون همه جایی میفته. اینه چیکار بکنیم که به این بره؟ نمیبینی؟ ناکنی؟ الان اینو باید بذارم اینجا، این وریچ هم بکنم، بازم همونه. معمولا نورای دیگه هم همینجوری میشه ها. مثلا ببینید، برم این الان ناکنی، ببینید اینو، این نور هم همینطور ناکنید. یه نقطه که اگه اینجا ببینید، یه نقطه سفید به ما داده. ما اصلا نباید همچین چیزی داشته باشیم. و این نور هم که همینطور باشه، ولی خب اگر این وریش بکنیم، آره ناکنید این وری هم بکنیم، این هم معلوم میشه. حالا باید چجوری اینا رو از بین ببریم؟ من بیارم اقعا بریم. بچه ها روی نور کلیک میکنیم، خب این کلاپس آر رو در واقع میزنیم که بسته بشه. میام قسمت لایت و میام قسمت ادوانس. ناکنید اینجا، میام اینجا اسپیکولار اسکیلش رو کم میکنیم. ناکنید الان این سلکت دیگه، اسپیکولار اسکیلش من کم میکنم. ببینید رفتش، ناکنید میاد میره دیگه. همون نور داریم، هم در واقع محو شدن این نور رو. ناکنید الان این دوباره نمیزنم، میتونی بزنی صفر صفرشه، یا این میتونی راحت اینجا صفرش کنی. همین، اصلا چیز خیلی سختی نیستش. پس بچه ها سعی کنید که حتما حتما استفاده بکنید از این. من یه متریال دیگه هم بهتون بگم، مثلا متریال تلویزیون. خب من از این دوپلیکیت میگیرم بذارم اینجا. به بچه ها متریال تلویزیون معمولاً میذاریم یه ذره توسی رنگ اینجوری. خب نه اپلایش کن، میدیم به این. خب ببینید یه من الان متایش خوب نیست، چون اصلا نباید همچین ماتی داشته باشه. میایم اینجا میذاریم 0.5 اینو دوباره اپلای میکنیم، میریم اینجا. نکنید الان باز یکم بهتره، ولی خب خیلی از حالت مات بودنش در اومده. میذاریم روی 0.3 اپلای. ببینید الان باز خیلی بهتر شد و میتونیم حالا یکم هم بازم مشکی ترش کنیم. ببینید خیلی راحت تونستیم متریال تلویزیون خاموش رو درست بکنیم. ببینید الان فکرم خیلی خوبه، دقیقا همون مثل تلویزیون خونه خودمون شده که دقیقا همین جوریه. البته برای ما کرو نیست، ما اونقدر وضعمون خوب نیست که کروشو بگیریم. نکنید خیلی خوبه. حالا این باز زیاده، همون 2 اوکی بود. میبینید عالی همین. و دیگه بچه شما دیگه کامل میتونید از همه اینا استفاده بکنید. من چرا دادم به این و در واقع بیایید داخل کارت. حالا این پردر مشکیه، باید حالا متریالش عوض بشه، که حالا متریالش رو میتونید داشته باشید. و ببینید چقدر خوب داخل کارمون میاد. ببینید خیلی عالیه، ناکنید چه کیفیت خوبی داره. ناکنید بچه هم مشکلی که خود حالا آنریل داره، در واقع لومن داره، اینه که ناکنید این یعنی که این شیشه بود که نشون نمیداد خوب، و اینکه رفلکشن رو روی رفلکشن نشون نمیده اونجوری. ناکنید که حالا یه سری این یه سری باگ دیگه داخل در واقع آنریل انجین، و فکر میکنم توی آپدیت های بعدی 100% اینا رو درست بکنه. و حالا اگر در واقع روشه خاصی بود و دیدم جایی، حتما بهتون میگم که اینا حالا میتونید ادیت کنید. ولی در همین حد به نظر من خیلی خیلی عالی و همه میتونن ازش استفاده بکنن. مرسی بچه ها، مرسی که تا آخر آموزش شما هم بودید و این آموزش نگاه کردید. حتما حتما ویدیو لایک بکنید، چنل سابسکرایب بکنید و کامنت بذارید و به من انرژی بدید. تا جلسه بعد، فعلا خدا نگهدار.